نوروز ماندگار است تا یک جوان باقی است. میانان برنامه رو پی میگیریم. در این منزل با کی هستی؟ با یک روشنفکر تراز اول، آقای دکتر رامین پرهام. چه وصفی آقای سازگارا از دکتر پرهام به دست داد، فوق‌العاده بود. و همینان آخرین مقاله‌ای که دکتر پرهام نوشته که من اون رو خوندم، درباره بیماری پوکی نخبگان، مرضی که به جان نخبگان افتاده، این اولیگارشی، فساد، تباهی، تفکر و تحسانه جمعی از روشنفکران در همین قلمرو بودن، در همین قلمرو زیست میکردن. آقای دکتر پرهام، درود بر شما. درود بر شما مهبدی گرامی و درود به بینندگان خوب این برنامه. امیدوارم حال شما خوب باشه. هستیم، شما چه دارید؟ خوشحالم میبینم شما. دکتر پرهام، بیماری پوکی نخبگان، بعد میپردازیم به مسائلی که به نظرم پایز اهمیتند. همیانانم اون چی که مهمه اینه که چطور میشه پیوندی برقرار کرد بین ایرانیان خارج و داخل کشور، چون زمینه فراهمه. واقعا ما در آستانه تحولات بزرگی نسی ولیعهد عربستان راهی مصر شده، دیدار داشت با آقای عکسی جنرال السیسی، از اونجا میره به انگلیس، از انگلیس میاد شاهزاده بن سلمان به ایالات متحده آمریکا. بحثش در مصر هم بر سر نفوذ ایران در یمن بوده. آقای دکتر پرهام، ما سراپا گوشیم، میخوایم راجع به آخرین مقالتون با شما گفتگو کنیم، موافقید؟ پوکی با کمال میل چند کلمه میشه گفت. بیماری پوکی نخبگان خب آشکار است که به یه نوع به پوکی استخوان فکری یک جامعه اشاره داره. پوکی استخوان، پوکی نخبگان که در زمان انحطاط فرهنگی یک جامعه کهنسال آشکار میشه. برای اینکه ببینید، همچنان که میبینیم از اوضاع احوال و در بخش اول دکتر سازگارا لطف کردن، یادی هم از من کردن و سپاسگزارم از ایشون، اشاره داشتن که 40 میلیون نفر در ایران خانوارهای کارگری هستند و در فقر به سر میبرند و بخش قابل توجهیشون در فقر مطلقن و اون چیزی که در ایران بهش میگن فقر خشن، در حالی که کشور کشوری است که بر اساس برآوردهای شرکت‌های بزرگ نفتی و گازی از جمله بریتیش پترولیوم بزرگترین منابع گاز دنیا رو داره، کشوری است که نفت در 1908 برای اولین بار در اونجا استخراج شده، یعنی قرن نفت که قرن بیستم بود با ایران آغاز میشه اصلا. و این کشور امروز فقیر شده. ببینید، این نه تقصیر موجوداتی است که از کائنات و از آسمون اومده بودن، نه تقصیر بیگانه است، نه تقصیر آمریکاست، نه تقصیر اسرائیل، نه تقصیر خودمونه. این انحطاط از خودمون میاد و این انحطاط نخست از فکر شروع میشه. فکر بده که پندار بده که کردار بد و رفتار بد و گفتار بد ازش ناشی میشه. این ویژگی انسانه، این چیزیست که ما رو از دیگر موجودات متمایز کرده. فکر بده که جنایتکار خوب میسازه، خوب تو گیومه. جنایتکار فکرساز نیست، فکر سازه که جنایتکار می سازه. این مشکلی که در کشور ما به وجود آمد و هست و کشور ما رو تباه کرد و مردم ما رو فقیر کرد،
اعتماد رو در سطح جامعه از بین برد، اخلاق رو برد در سراشیبی فروپاشی در یک کشوری که اخلاق واقعا درش مهم بود. اخلاق و مهر اینها از ویژگی های مهم و بارز جامعه ما بودن، جامعه ایران بودن. ببینید جامعه فرانسه که من باش آشنایی چندی دارم، جامعه است که متخصصینش و اندیشمندانش همواره میگویند و سیاستمدارانش، میدونید سیاستمداران فرانسوی یه ویژگی خاصی دارن، این که همشون بزرگانشون لااقل اهل نوشتنن و کتاب نویس هستند و ادبی هستند. از پومپیدو بگیرید، خود دوگل قلم خیلی خوبی داشت، دوگل. چرچیل هم البته همینجوری بود، چرچیل انگلیسی بود، این سیاست مداران بزرگ در فرانسه، دوگل، پومپیدو، آندره مارو که وزیر فرهنگ دوگل بود و هم تا به امروز، و همه اینا به یک نکته خیلی مهمی اشاره کردن در مقایسه کشورهای اروپایی، فرانسه زبان، آلمانی زبان، انگلیسی زبان، ایتالیایی زبان، اینکه فرانسه ستون فقرات هویت این کشور تا حدود بسیار زیادی با ادبیات این کشور، ادبیات کلاسیک این کشور عجین شده، گره خورده. ادبیات فرانسه در شکل دادن به کشوری که ما به اسم فرانسه میشناسیم و به فرهنگ و تمدنی که به اسم فرانسه میشناسیم نقش اساسی داشته. و من همیشه در این سوالا فکر کردم که در یه زمینه‌های مقایسه‌ای خیلی خوبی میشه کرد بین ایران و فرانسه، چه از وجه خوبش چه از وجه بدش، چون چیزی که در فرانسوی‌ها خوبه و در ایرانی‌ها خوبه، چون چیزی در فرانسوی‌ها بده در ایرانی‌ها هم بده. و یکیش همینه، یعنی ادبیات ما واقعا ایران رو تا حدود زیادی به ادبیات کلاسیک ایران میشناسند و نقش به سزایی داشته در همون چیزی که شما آقای مهبودی بهش میگویید شاعرانگی، داروش شایگان بهش میگوید شاعرانگی ما ایرانیان. ادبیات کلاسیک ایران نقش بسیار مهمی داشته و بسیاری از مسائل در این ادبیات، سعدی رو مثلا پدر اخلاق میدونند، همین چیزایی که شما واردتر از منید. من بارها گفتم من سررشته از ادبیات ایران متأسفانه ندارم، حتی میتونم بگم ادبیات قرن بیستم فرانسه رو بهتر از ادبیات کشور خودم میشناسم، ولی انقدر میدونم که سعدی رو پدر اخلاق میدونند و در ادبیات ایران و شاهنامه رو پدره که زبان فارسی و ایران رو از طریق زبان فارسی و زنده کردن میتولوژی پارسی دوباره زنده کرد، دوباره احیا کرد. و در این ادبیات شما ویژگی ها و آرکتیپ ها یا کهن الگوهایی به قول کارل یونگ دارید که مهمن و اینها در شکل دادن به شخصیت یک ملت و یک کشور و یک ذهنیت دخیل هستند، میدونید. و مهر و اخلاق جزء این کهن الگوها بود. اینها رو هم از بین بردن، اخلاق رو از بین بردن، مهر رو از بین بردن، جامعه رو تکه تکه کردن، مردم رو فقیر کردن. این از لب کلام مقاله اخیر من چیز در بیماری پوکی نخبگان، این از که این از بدبختی 57، تباهی 57 ناشی از انحطاط اندیشه و انسداد اندیشه در ایران بود، ادامه داره تا حدود زیادی به نظر من در میان آن چیزی که بهش میگویند الیت، که به فارسی در فارسی نخبگان ترجمه شده، الیت. و این انحطاط ادامه داره، انحطاط الیت که انحطاط جامعه رو آورد. ماهی از سر گنده گردد نیزدم، مردم تقصیر ندارن، مردم کار میکنن، معیشتشون واسه شون مهمه، کارشون واسه شون مهمه، دخترشون رو میخوان شوهر بدن، پسرشون رو میخوان زن بدن، خونه میخوان، بیمه میخوان، رفاه میخوان، بازنشستگی میخوان، این حق مردمه. اکثر مردم دنبال اینجور چیزها هستن، حقشونه. اینجا هم همینجوره، این یه قشری از جامعه است که بهش الیت میگن، بهش نخبگان میدن، که اینها فکر سازن، اینها در هنر دست دارن، در فرهنگ دست دارن، در سیاست دست دارن، فعال سیاسی هستن، روزنامه‌نگارن، نویسندن و و و اینها فکر میدن. و اگر اینها فکر بد بدن، پشت سرش هزینش میتونه بسیار کلان باشه.
نتیجهش میتونه بشه انقلاب اسلامی. آقای تاجزاده دروغ میگن وقتی میگن شاه چاره ای راه دیگری جلوی ما نذاشت. چرا شاه گذاشت؟ شاه بختیار رو گفت بیا نخست وزیر بشه. بختیار از سران مخالفین بود، بختیار از جبهه ملی بود، بختیار از یاران صدیقی بود. وقتی که میگم اعتماد رو از بین بردند، این است که من رامین، من نوعی چجوری میتونم به تاجزاده که 40 سال بعد هنوز داره دروغ میگه اعتماد بکنم؟ وقتی که ببینید، من مخالفتی با تنوع فکری و تکثر فکری و تنوع فکری و رنگین کمانی یا هر اسمی که میخواید بذارید نه تنها ندارم، که متعددم مثلا این باید باشد، این چیز خواه در آزادی رو و نقد رو به فکر بستند، به اندیشه بستند، همان گونه که حرارت رو به آتش، به شعله، شما نمیتونید آن از هم جدا بکنید. منتها حرف من چیز دیگری است. میگویم در ادامه اون یادداشتی که گفتید، بیماری پوک نخبگان، یادداشت کوچک دیگری آوردم که قفل رو با قفل نمیشه باز کرد، قفل رو باید با کلید باز کرد. قفل حکومت عمامه رو نمیشه با کلید عمامه ای باز کرد. قفل عمامه رو، قفل حکومت عمامه رو باید به حکومت شیر و خورشید در ایران باز کرد. به نظر من راه دیگه ای نداره. این مانع از این نیست که آقای تاجزاده در تلویزیون ایران بیاد 2 ساعت پرت و پلا بگه، دروغ بگه، بیاد بگه. این مانع از این نیست که در خارج از کشور، که آقای سازگارا درست میگن سهم نه تنها کبریت بی خطر نیست، کبریت بی خطر آقای تاجزاده است. در خارج از کشور کارهایی که شده و حرفهایی که زده شده و مقالاتی که نوشته شده و مفاهیمی که آورده شده در سپهر سیاسی و ادبیات ایران در سالهای گذشته بسیار تاثیرگذار بوده. برعکس، کبریت بی خطری اگر ما در صحنه سیاست ایران داشته باشیم اصلاح طلبانه. نه تنها خطری برای انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ندارن، که من چندین هفته پیش هم اینجا در گفتگوی خودم اشاره داشتم، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی واقعا اونان. ببینید، کشور ما قفل شده در 57، در ائتلاف سیاسی 57 که از مارکسیسم میرفت تا تشیع سیاسی به مبتذل‌ترین شکلی که بتونید فکرش بکنید، که آقای تاجزاده یه نمونه شه از اون. این ائتلاف 57 کشور ما رو قفل کرده، کشور ما جلو نرفته، عقب رفته، پیش نرفته که پس رفته، ثروتمند نشده که فقیر شده، فروپاشی در همه سطوح شده. این قفل رو برخی میگویند که باید، این قفل 57 رو برخی میگویند با کلید 57 باید باز کرد، یعنی با نهضت آزادی، با مجاهدین انقلاب اسلامی، با چریکهای فدایی خلق، با حزب توده، با متشرعین سیاسی و و، یعنی همون ائتلاف 57، الان 40 سال هم از عمرشون گذشته، همون بیاد کلید بشه برای باز کردن قفل 57. من میگم که این تضاد لاینحل است، چون این چیزی نخواهد شد، نمیتونه بشه. نمیتونه بشه. قفل 57 رو، قفل حکومت عمامه رو، قفل انسداد اندیشه در ایران رو، قفل انحطاط رو یه کلید دیگه باید باز کنه. اون کلید رو من بهش میگم کلید شیر و خورشید. اون کلید، کلید بازسازی هویت ایرانی و کلید بازسازی تمامیت ایران به عنوان یک ملت، کلید ایرانی است، کلید شیر و خورشید، کلید حکومت ایرانی است، کلید حکومت شیر و خورشید است. گفتم که این کلید است که اون رهبری سیاسی که ما بهش نیاز مبرم داریم به وجود خواهد آورد. این کلید است که این صفت اسلامی رو از کشور ما و از نهادهای ما و از حکومت ما و از سردر وزارتخانه های ما و دانشگاه های ما و همه چیز ما برخواهد داشت، از سردر فرهنگ ما، هنر ما، ورزش ما، حکومت ما، همه چیز ما رو یه صفت اسلامی گذاشتن. صفت کارش توصیف موصوفه. ایران صفت دیگری جز ایرانی ندارد.
اندیشه‌ای که من دنبالش هستم، پلتفرم سیاسی که من دنبالش هستم، کلیدی که من دنبالش هستم، اون رهبری سیاسی نوینی که من دنبالش هستم و نافی و منکر وجود دیگران نیست، دیگران باشند، من کاری به کار دیگران ندارم. این چیزی که من دنبالش هستم و کسانی که مثل من فکر میکنن دنبالش هستن، این کلید شیر خورشید، این میخواد اون صفت اسلامی رو برداره. پولیتیکال کورکتنس هم یا تعارفات سیاسی هم در صحبتش و در رفتارش و در نوشتار و گفتار و کردارش نیست. ما میخوایم این صفت اسلامی رو بکنیم، ما میخوایم این صفت اسلامی رو براندازیم، میخوایم این صفت اسلامی رو که باهاش همه چیز کشور ما رو تباه کردند، که کشور ما رو در دنیا بی آبرو کردند، این صفت اسلامی رو میخوایم ریشش رو بکنیم، ریشش رو میخوایم بکنیم. حرف ما اینه، حرف ما بازسازی ایرانه، حرف ما رفاه مردمه، حرف ما معیشت مردمه، حرف ما بازسازی آبروی ایرانه، نام ایرانه. ما ایران رو با ایرانی توصیف و تعریف میکنیم، نه با اسلامی نه با هیچ چیز دیگری. ما قفل 57 رو با این کلید میخواهیم باز بکنیم. تشکر. تشکر دکتر برام. همینه دکتر برام اشاره کرد به اینکه رهبری سیاسی که من میخوام. ببینیم که وقتی میگن رهبری سیاسی مورد نظرشون چه تعریفی داره. تا لحظات دیگر این باز به شکلی ارتباط پیدا میکنه با وضعیت موجود هم ایران و هم جایگاهی که امروز رو متفکران ما درش قرار گرفتن. پیش از این به مدت 40 سال نقار بوده، درگیری بوده، قهر بوده بین مردم و طبقه روشنفکری که سهمی داشتن در فاجعه موجود. اما این قهر و این جدایی داره به تدریج خودش رو به اعتماد میده، یعنی بازگشت اعتماد به نسلی از متفکران ما که یکی از اونهاش شخص آقای دکتر رامین پرهام همین، و این به نظرم خیلی پدیده فوق العاده است. وای اگر قرار بود که این نگاه نکوهش آمیز و پر از تنقید نسبت به جامعه اهل فکر کماکان ادامه پیدا بکنه، اون وقت معلوم نبود که کی قراره که نقشه راه رو طراحی کنه، کی قرار جامعه آینده ایران رو شکل بده. پس اینجا دستگاه تفکر برای تاریخ چی میشه؟ خیلی با. بنابراین به سود همه است که دوباره جامعه اعتماد خودش رو به نسلی از متفکران امروزی بر بازپس بده و ما بتونیم در سایه احساس امنیت و احساس اعتماد و اطمینان به سمت آینده پیش. خوشبختانه شعارهایی هم که در ایران شنیده میشه همه نشون میده که مردم راه مستقل رو پیدا کردن و هیچ وابستگی دیگه با رسوبات گذشته ندارن یا رسوبات افکاری که بیشتر هم از بیرون به ایران تحمیل شده بود، یعنی اندیشه‌های وارداتی بودن، دستگاه‌های فکری وارداتی هیچ ربطی به ایران و ایرانیت نداشتن، برعکس در اونها مایه‌های ضد ایرانی فراوان بود، مایه‌های ضد ایران یا مایه‌هایی که حاکی از تحقیر این دستگاه تفکر نسبت به ایران گذشته، شخصیت‌هاش و هر اون چیزی که در مملکت ما حادث شده. یعنی ایران رو سیاسفید می‌بینه. ما در قلمروی تاریکی تاریخ قرار داشتیم، هم گذشتمون، هم فرهنگمون، هم شخصیت‌هایی که، هم تمام این کسانی که سعی کردن ایران رو به سمت یک مدنیت هل بدن. رضا شاه به نظرم شخصیت نمونه ای سری زمین. برمیگردیم گفتگو رو با دکتر رامین پرهام پی می‌گیریم، ببینیم وقتی میگه رهبری سیاسی مراد او چیست. هم از این با دکتر رامین پرهام عزیز. دکتر رامین پرهام در اروپا به سر میبرند، کجا الان نمیدونم، من نمیدونم در اروپا هستن. آقای دکتر پرهام مجدداً درود بر شما. درود دوباره به شما میبودی گرامی و به بینندگان. دکتر پرهام موضوعی رو مطرح کردی که به نظرم الان گفتمان روز خیلی ها هم در خارج هم در داخل کشور بهش فکر و اندیشه میکنن. سخن از رهبری سیاسی پیش آمد. فکر میکنه که یعنی مراد شما وقتی میگی رهبری سیاسی چیه؟ یعنی برای ما معنا کنید، ما اندکی در ذهن شما سیاحت کنید. بفرمایید. ببینید
ببینید رهبری اون همدلی که در فکر میکنم دقایقی پیش در آغاز گفتگو بهش اشاره کردید، همدلی بین داخل و خارج به وجود بیاید، به نظر من اون همدلی در یک سطح بسیار قابل ملاحظه و مهمی به وجود اومده. ببینید مردمی که در بیش از 70 شهر ایران خطر کردند، خطر رو به جان پذیرفتند، کشته دادند، مثل آقای تاجزاده توی مبل استودیو تلویزیون نشسته بودن هر چی دلشون میخواد بگن، خطرناک اون کاری که مردم کردن و آمدن و همدلی خودشون رو ابراز داشتن، لااقل بخش کثیریشون، بخشی که درصد قابل توجهی از اون مردم همدلی خودشون رو با یک نام، با یک خاندان، با یک سنت، با یک پیشینه، با یک هویت و با یک دوران طلایی باید گفت نشون دادند. مردم وقتی که در کنار مسجد گوهرشاد میگویند رضا شاه رضا شاه روحت شاد، مردم وقتی که در پاسارگاد پیش از دی ماه دوبار در پاسارگاد جمع شدند و گفتند ای شاه ایران برگرد به ایران و پهلوی و پهلوی، این یک نوع همدلی است و این همدلی معنی داره. ببینید شما در کشوری دارید چیز میکنید، زندگی میکنید که بیش از 50 سال است، 60 سال از قشر روشنفکر و سیاسیش، از کانون وکلاش بگیرید تا کانون نویسندگان تا محافل دیگر و سیاسیون دیگر، چریکای فدای مجاهد خلق و نهضت آزادی که جای خود دارد، حزب توده، ولی اگر نگاه بکنید می‌بینید واقعا نه تنها در 40 ساله حکومت اسلامی، در این 60 ساله گذشته از یک قشر خاصی هیچ چیزی جز ضدیت با پهلوی شما نه میبینید، نه میخونید، نه میشنوید. 40 سال هم هست که پشت این پهلوی ستیزی یک دستگاه دولتی و حکومتی بسیار متخاصم، بسیار پهلوی ستیز دارید، با 40 سال درآمد نفتی، با 40 سال پروپاگاند، با 40 سال خرج و هزینه ای که کردن برای تخته کردن یک نام و یک خاندان و یک پیشینه و بخشی از تاریخ ما که جاهلیت اونو خوندن، گفتن این نوکر امپریالیسم طاغوت جاهل و و و و وقتی که مردم لااقل بخش قابل توجهی، بسیار قابل توجهی از مردم در 70 شهر ایران اون شعارها رو میدن و کشته میدن و نشون میدن که یادشون نرفته، هیچ چیزی نمیتونه پاک بکنه از خاطره ایران، هویت ایرانی رو و کسانی که پاسداران این هویت بودن و کسانی که دغدغه‌شون پاسداری از ایران و نام ایران و سربلندی ایران و دغدغه‌شون رفاه کارگران بود، دغدغه‌شون رفاه مردم و رفاه کشاورزان بود. 40 سال دروغگویی های امثال تاجزاده کارساز نشد، برای همینه که چنین به دست و پا افتادند، چنین به دست و پا افتادند. ببینید اون همدلی به نظر من به وجود اومده. رهبری عاطفی و رهبری معنوی به نظر من مشخصه. رهبری عاطفی و معنوی شاهزاده رضا پهلوی برای من یک امر محرز و آشکاره، دیگران میتونن مخالف باشن، این حقشونه. رهبری سیاسی اما فرق میکنه با رهبری عاطفی و رهبری معنوی. رهبری سیاسی همچنان که من بارها اینجا این شما این فرصت رو به من دادید که بگم، نهاد پادشاهی رو نباید سیاسی کرد. ببینید اگر ورزش رو نباید سیاسی کرد، من اینجا کاملا با آقای سازگارا موافقم که ورزش نباید سیاسی بشه. آقای سازگارا هم، من نمیگم تاجزاده، من اصلا گفتگویی با تاجزاده ندارم، گفتگوی من با تاجزاده همون جوری که در مقالم نوشتن در قالب کیفرخواسته از سران این فرقه. ایشون میتونن وکیل مدافع داخلی و خارجی داشته باشن هر جوری، من اصلا گفتگویی با امثال تاجزاده ندارم. ولی اگر آقای سازگارا قبول دارن که ورزش رو نباید سیاسی کرد، از من و امثال من، حالا یک انتخابات در آینده مشخص کرد که وزن
من و امثال من در ایران چقدر دیگه. ولی تا اون روز لااقل این رو قبول بکنند که همون گونه که ورزش رو نمیشه سیاسی کرد، این احترام رو به من و امثال من بگذارن که نهاد پادشاهی رو نباید سیاسی کرد، شاهزاده رضا پهلوی رو نباید کرد آقای رضا پهلوی و آقای رضا پهلوی رو بعد کرد رضا پهلوی فعال سیاسی. این کار رو نباید کرد و ما نمیذاریم که چون این کاری صورت بگیره، نمیذاریم. و وقتی میگم ایران تغییر کرده، قفل 57 رو نمیشه با کلید 57 باز کرد. ایران امروز ایران 57 نیست، نیست. ایران امروز 5 تا 7 میلیون دیاسپورا داره، ایران امروز 80 میلیون نفره، ایران امروز کلان شهرنشینه، ایران امروز 40-50 میلیون نفرش جوان هستن. فرق میکنه با اون جامعه 30 میلیون نفری دهقانی که 70% در روستاهای دوردست زندگی میکردن. آقای تاجزاده وقتی میگن انقلاب ما مردمی ترین انقلاب بود، دروغ میگن، دروغ میگن. انقلاب اسلامی در تهران و در محور شاه رضا شهیاد اتفاق افتاد. 3/4 جامعه ایران در روستاها بودن، اصلا دسترسی نداشتن به این قضیه. نه اینترنتی بود، نه تلویزیون ماهواره‌ای بود، هیچ کدوم از این چیزها هم نبود که آنن بتونه یک خبر، یک رویداد، یک چهره یا یک چیز رو تبدیل به یک پدیده ملی بکنه. اصلا این چیزا وجود نداشت. حالا پس دو ستون اینجا داریم، یکی رهبری عاطفی و معنوی است که نباید سیاسی بشه، و یکی رهبری سیاسی است که این رهبری سیاسی رو نمیشه به قشر روشنفکری و فعالان سیاسی و ائتلاف 57 خلاصه کرد، نمیشه به نسل 57 خلاصه کرد، نمیشه گفتش که نهضت آزادی، مجاهدین انقلاب اسلامی، چریکهای فدایی خلق، حزب توده، مسلمانان مبارز، چه میدونم اینها اون موقع جوان بودن و کم تجربه بودن، حالا همه حالا متوسط سنشون 65-70 سال با تجربه شدن، بیاید بهشون اعتماد بکنید. خب ما اعتماد نمیکنیم، ما دلیل نداریم اعتماد بکنیم. ما نمیگوییم شما نباشید، میگوییم باشید، میگوییم یک رهبری نوین، یک پلتفرم نوین، یک گفتمان نوین باید شکل بگیره، نوین که هرگز در جامعه ایران بهش فرصت ندادند، ندادن، گرفتن، کشتن. آقای تاجزاده میاد تلویزیون حرف میزنه، از کبریت بی خطر میگه، بختیار رو در اینجا سرشو بریدند، سرشو بریدند آقای تاجزاده. من نمیتونم آقای تاجزاده بیام در ایران برم در تلویزیون بشنم با مردم صحبت بکنم، شما میتونید. بی خطر، کبریت بی خطر شمایید، کبریت بی خطر من نیستم، شمایید. ما نمیتونیم با این نسل کار بکنیم، نمیتونیم. نمیگیم نباشند، میگیم باشند، ولی اون پلتفرم جدید، اون گفتمان جدید، دیسکورس جدید، اون هدف جدید، اون برنامه سیاسی جدید که من در بخش اول صحبتم گفتم که هدفش ریشکن کردن انقلاب اسلامی است، هدفش انقراض انقلاب اسلامی است، هدفش گذار رنگین کمانی از انقلاب اسلامی به جمهوری یا حسین میرحسین نیست، هدفش ریشکن کردنه. چون دوگانه ما رو، دوگانه ملی ما رو یک جای دیگه و یک بار دیگه توضیح دادم، دوگانه ما بقا یا انقراضه. اگر قفل 57، اگر انقلاب اسلامی 57، اگر انحطاط اندیشه 57 منقرض نشه، ایران رو از بین خواهد برد. میلیارد ها میلیارد ثروت ما رو که متعلق به کارگران ایرانی است، به معلم ایرانی است، به دانشجوی ایرانی است، به اقتصاد ایرانی است، خواهند داد دست امثال وحید، اسمش نمیدونم حقانیان چیه، و برادر اوب که برن در ترکیه با اردوغان فلان کار رو بکنن، یا ببرن در بشار اسد در سوریه فلان کار رو بکنن. ثروت ما رو خواهند داد به این افراد همچنان که دادند. ما اون سیستم فکری، اون سیستم سیاسی که ثروت ایران رو داده دست امثال حقانیان، اون رو میخواییم ریشکن بکنیم. ما تعارف سیاسی راجع به این قضیه نداریم، ما رو در بایستی سیاسی با این قضیه نداریم، ما میخوایم اینو ریشکنش کنیم. ما بر این پایه میخوایم یک رهبری سیاسی نوین بسازیم. این منکر
تداوم و وجود و فعالیت و حق فعالیت سیاسی دکتر سازگارا، همفکران ایشون، چریک های 60 ساله و و و نمیشه. ما میخواییم یک رهبری سیاسی نوین بر اساس این گفتمانی که گفتم به وجود بیاریم، شرایط رو در کشور آماده بکنیم برای روزی که انتخابات وزن این گفتمان ها، این پلتفرم ها و این گروه ها و این چیزها، چهره ها رو نشون بده. یعنی بنابراین با تا پایس آقای دکتر برام عزیز، دکتر رامین برام، اگه اجازه بدید هفته آینده امیدوارم با شما باشیم، یعنی فرصت داشته باشید، چون ما که داریم برای شما همیشه. راجع به رهبری معنوی و عاطفی سخن گفتید، اشارتون به شخص شاهزاده رضا پهلوی است. حالا می‌رسیم به رهبری سیاسی. می‌خوام ببینم که این چهار دیواریش از چه قراره، چه کسانی، چه گروه‌هایی، به چه شکل و چه نقشی میتونه بازی کنه، گفتگو کنیم. سپاسگزارم از همیشه آموز. آقای تشکر می‌کنم دکتر برنام از حضور شما در برنامه. یادتون باشه این گفتگو رو دنبال بکنیم. موافقید هفته آینده؟ چشم، باید روزش رو مشخص کنیم. آره سه‌شنبه نمیشه، دوشنبه اگر دوشنبه بسیار عالی. دوشنبه آینده همینا با دکتر رامین پرام خواهیم بود. از سپهر خسروی از سپاسگزارم، تشکر میکنم از حضور دکتر محسن سازگارا در این برنامه. اگر عاشقی در پی دلدار باش. با تشکر از سارا ایرانی عزیز.